جنرال عبدالبصیر سالنگی والی پیشین پروان اینجا حضور دارند آقای سالنگی خوش آمدین تشکر چرا آقای سیاف فکر می کند که برای جلوگیری از سقوط نظام باید زمینی مشارکت مجاهدین بر دفاع مساعد شود بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام بر وای شهدای افغانستان و سلام بر شما بیننده های تلویزیون طلو استاد بزرگوار به خاطر دلسوزی برای مردم افغانستان بر قوای مسله افغانستان به خاطر بقای حکومت هر وقتی را که صحبت کرده است فقط هدفش ای بوده است که دولت اسلامی افغانستان و جمهوری افغانستان باید پایهاش وسیع شود و مستقم شود و قوای مسله افغانستان باید به با یک پیروزی خوب برسد برای همیش ای فقط صدایش همی بوده است و کدام حرف دیگه نداشته است ترها و پیشنهاداتی که برای همیش داشت برای دولت من فکر میکنم که بسیار سالم بوده و نظریات بسیار مفیدی برای رژیم داشته ما که ما بتانیم یک یاد از نیروهای مجاهدین پشتیوان قوای مسلح افغانستان و حمایت از نظام و حکومت داشته باشیم اونا کدام در نظریات دیگیر نداشتین فقط کل نظریاتشان ترهشان ای بوده که در گذشته هم مجاهدین تخریب شد و حالی هم تخریب بشه و جانب مقابل کسی که بتانه این بعد از نظام و حکومت پشتوان نظام و حکومت مجاهدین افغانستان از بعد مجاهدین افغانستان قوی افغانستان باید حمایت کنه امروز جنگ در سرتاسر در افغانستان میبینیم در هلمند میبینیم در بخلان میبینیم در جای دیگر میبینیم و مردم کابل امروز به برق میبینیم این ناشی از یک مشکلات ها و چالش های است بنا به این چالش ها مجاهدین افغانستان چون از زمان تجاوز از کودتای هفته سر تجاوز شوروی تجاوز سیاهی که از طرف پاکستان صورت گرفته تا امروز مجاهدین به دفاع از افغانستان که دیگه هدفی نبود است دفاع از افغانستان برای همیش قد علم کردن و دفاع از تمام ترزی و نامیس ملی افغانستان کردن به امروز اگر رهبر جهاد و مقامت و دیگه مجاهدین افغانستان پشتونی از نظام نکنه پشتونی از قوی مسلح افغانستان نکنه خدا به تفاوت بگیره مردم افغانستان صدا میکنن که جناب استاد که رهبری قائد جهاد بودی و در مقاومت بودی در حال بودی چرا از دې نظام وازی دولت کې هر روز د تلفات تلفات به سوال سنگین دره او هر روز تعرضه است او هر روز شهید است او هر روز زخمي است چhto شما از دې نظام حکومت صدرونه میکنی همونه میکنی او یک روز حکومتانه گفته که ما د عقبه شما haste او امرا شما haste او همکار شما haste او حمایت شما مگه ناګوزیر کې باید پهشېزی کې مردم سوال وکنه ino enemy صداها را بالای حکومت دارن واس حکومت اعلان میکنه که ما حمایت میکنیم فقط نظراتونه نيسته آقای سالنگی زمانی که گپای اوسا را در مورد چگونگی اجازه از حکومت مطرح میشه میگه که اگر اجازه باز داده نشه خود ما اقدام میکنیم و این پیامد خوب نخواهد داشت اول فکر میکنید که چی اجازه نیاز است یعنی چه کار مجاهدین میتونن می انجام میدن که حکومت باید برشان اجازه بده دوم زمانی که از بحث مشارکت مجاهدین سخن زده میشه در 14 سال گذشته تقریبا در یک دهه گذشته در بدنی نظام بخش بزرگش مجاهدین بودن و مجاهدین همین حالا هم اگر بحث از تقسیم قدرت باشه در واقع 50 درصد مربوط به آقای عبدالله میشه آقای عبدالله از یک پایگاه آمده که مربوط به مجاهدین میشه بله متوجه باشید در اول که مسئله دیدیهار دی و مسئله دایاک در بعدی تعداد از مجاهدین خلاص سالا شدن بعد از خلاص سالا شدن مجاهدین جای مجاهدین طالبها ها گرفتن تا زمانی که مجاهدین خلصلا نشده بودن شما دیدی که طالب ها ظهور نکردن، پیدا نشدن در همه نقاط افغانستان چون مجاهدین بودن قطات اون وقت مربوط به اردو افغانستان بشد اینا ثبت بودن در قطات اینا طالبان وقتی که توتی ها با علیه مجاهدین صورت گرفت مطبوعات تبلیغات کرد و فکر کردن که اینا خطر بر دولت هستند برعکس فکر کردن در او روزی مجاهدین اموترهایی که در صورت گرفته بود که باید دیدیار شد و سالا جمع شد و بعد پروس دایاک وقتی که مجاهدین سالاشان جمع شد از ساحات و منطقه جای زیر طالب ها گرفتن بعد در بدنی نظام بودن ولی مجاهدین خلاص حالا بودن یک تعداد از مامورین جابجا بودن این اردو هم ترکیبی بچهای تازه جدید نوی را آورده بودن که اینا در جنگ کدام تجربه هم نداشتن اینا یک چهار ماه یا تعلیمات میدیدن به طرف جنگ میرفتن ولی باز هم قوای مثله تانست تا امروز که دفاع کنه جنگ کنه با نمو تعلیمات ابتدایی را که دیدن آل پیشنهاد در ایست که در جاهایی که در هلمند در جلال که اوجا پیدا شده است. در بخلان در ساعات دیگه در بدخشان باید از نیروهای مجاهدین بستید شوه با قوای مسلح یکجا در یک چوکات در یک چوکات درستو صحیح اینا دفاع بکنن مانند در کشورهای دیگه که به نام بسیج و سپای پاسدار و چطور شنان بعضی چیزهای دیگه در بعضی کشورها حتی در جنگ دویم جهانی روسا از, مردم کمک تل در جنگ اول و دویم مردم کمک در این جنگ ها تا که ای ار روز نفر و صد نفر تلفات دادن چی میشه که یک از بچه های از مجاهدینه که 500 یا 1000 یا 2000 نفر از اونجا بسی چوا در یک چوکات ماین بر دفاع کنه امر قوی مسلح یک جای استاد چوا بله. از تلفات از جلوگیری کنه اما اما یک منتقدین هم داره مجاهدین برخا میگن که زمانی که از شمولیت مجاهدین در صفوف جنگی در واقع گپ زده از مدیریت مجاهدین میگن که از دهه 70 یعنی 13 70 تا دهه 90 یعنی حالا که در 94 قرار داریم چه تغییر مدیریتی و فکری در کسایی که بر خاطر خدا جنگیدن آمده که حالا فکر بکنیم که اینها میتونن هم خوب دفاع بکنن و هم خوب مدیریت بکنن مگه وجدان محکمی از کاجت به قاضی نداره خب از یک سالای دنپر با تفنگ چرایی و تفنگ دنپور و داست تیشه در مقابل یک عبر قدرت بسار تا دندان مستلع استاد شدن و او عبر قدرت هم معلوم هست که معلوم است که برقدرت جهانی بود دو ابر قدرت در دنیا بود در مقابل از همو مجاهدین استا شدن خون خود در اختاندن دو میلیون شهید و دو میلیون دیگه معلول مایی بود پنج میلیون دیگه مهاجر شد استا شدن دولت و پیروزی رساندن امروز میگن که او جنگ جنگ ما، ما، تنظیمی بود چون یک توتیه است اون توتیه برای انداخته شده بود که اون وقت بعد اون دولتی که تادندان مسلح شد حکومت دکتر نجیب دست شفتید پیروزی مجاهدین افتخار به ایله از آن وقت توتیه بود اگر توتیه نبود امروز چه گپ است یک گروه طالبا، ناتو امروز آمده در جنگ شاجس مونده خدا گرفته میرن و با پس میان و میرن و با پس میان اگر جنگ آسان است اگر این جنگ خودی است خو امروز هم جنگ خودی حساب کنیم و اگر دیروز هم جنگ بود اگر امروز جنگ القاعده است و گروه طالبا است و اقانی از و, و دیگه و دایش است دیروز هم حساب بکنن اون موره بود بیم چلات رسان افت تفنگای دی سی افت سلاحای دوربر افت ها با علیه دولت اسلامی اینا یک توتیه کردن با علیه مجاهدین یک توتیه بود اونمو توتیه تا امروز ادامه داره ما مجاهدین افغانستان با تنهایی با تنهاییشان در برابر از اونمو تجاوز سیا اونمو توتیه ها تا آخر است امروز دولتی که تا دندان مصلی صلای پیاده تا حتی سرای سقیلی را یک مقدار داره با جمع ناتو امروز اوج شده ما انامور دنداناش میده کرده بودیم دندان امور میده کرده بودیم هزار نفر د... اما،, اما یک تلفات چیز اضافه یک نکته اشاره میکنن میگن که حالا اگر گپ از دندان میده کردن باشه و جنگ با چرایی و پنچیری که شما اشاره میکنه میگه ارزش ها پیش شما ره. شماره از فرماندهان جهادی که از یک آدرس بسیار مشخص آمدن فرق کرده مثلا او زمان اگر ارزشی بود دفاع از مردم دفاع از دین ایستادگی در برابر اشغال امروز میگه این ارزش ها متفاوت تر شده امروز برخی های اینها برشان بلند منزل پول موتر خوب زندگی خوب به عنوان ارزش تعریف شده با بم خاطر هم میگن که در بسیاری از جاهایی که یک زمان پایگاه جهاد و پایگاه مقاومت بود امروز طالبان بسیار بسادگی میان رخنه نمیکنن ای باز هم من میگم که یک ناشی از یک توتی <تصفح> امروز هر کدام مجایدین هر روز نمیگن که ما را, ما را جنگ بس ما ما بلند منزل پیدا کردیم <تصفح> ما موتر داریم ما سرعت داریم <تصفح> سرعت پیدا کردیم ما دیگه دگاز... امروز اگر ما مثال میگم در خانه یک نفر مجاهد بودیم ما بچه دارم ارسیش امروز مجاهد است امروز یک ام. یک بحث در تلویزیون یک بود یکی از میگم که آل مجاهدین رفتین نه مجاهدین تازه شدین اضافه تر شدین بچه‌هاشون برشان همگی ابلاغ کرده از گفته شده است برای بچه‌هاشون کلشان بسیج هستن آماده اینطور نیست اون مو حرفا توتی است هر کس در کل دنیا امروز یک کمپانی را سیل میکنی که میلیاردها دلار داره در دا دا پاکستان، در امریکا، در جای دیگه یکی که شما میبینید دو منزل یک منزل یک یاد مردم است که یعنی می نداره میگه این بلند منزل از کابل کدام بلند منزل است قطی گوگر داره چی از دا کجا سی یعنی... تو بر سرعت سرعت مردم در دنیا بیبی بی که مردم کمپانی های داره که 50 سال بخوره 200 سال بخوره خلاصی نداره. بلد. این کجاست این یک توتی است همه آماده است یک بخش از منتقدین زمانی که شما میگین همه آماده هستن میان در مورد کسایی که از یک پایگاه و جایگاه بسیار مهم جهادی گپ میزنن منتقدینشان میگن که مثلا یکی از ویدیوهایی را که شما هم با فرمانده مسعود در واقع در دوره جهاد و مقاومت بودن در او در یکی از ویدیوها میگه که اگر در امروز در کاپیسا مثلا دفاع کردن یا در پنشیر فردا در بدخشان هم کردن نمیتونیم امروز زمانی که میبینیم که در نزدیکای خوجغار و در بدخشان در جای مختلف طالبان رخ نمیکنن برخی ها میگن که اونمو پیام را میرسانه که در واقع کسایی که ارزش دفاع از مردم یا قشون سیا یا پاکستانی ها شما برشنا میدادن امروز همون سلابت باقی نمانده امروز میان جاهایی که به عنوان پایگاه مقاومت بود طالبا میگرن در گذشته بینا در خوجه غار رفته بودن ولی اینا در سرزمین شمالی آمده نتانستن در نانشان میده شد اینا با پنشی رفته نتانستن با کابیستا رفته نتانستن دندان یا میده شد یا با دخشان رفته نتانستن اینا در بامیان زده شدن اینا در سر پل در مزار زده شدن اینا در غور زده شدن دکتر ابراهیم در اوجا بود امیر اسماعیل خان ایلات مو در ایالات اینا را زدشان ولی ولو که اینا در لب دریای آمو رفته بودن در اونجا رفته بودن این طور یک گپ نیست شما مطمئن باشید شما, شما مطمئن باشید دولت, دولت 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 خود باز دولت منتخب خود ماست هم ما احترام به رئیس جمهور داریم من به رئیس اجرایی داریم و پشتیبان از این نظام دولت هستیم به هیچ صورت دولت تخریب نمی‌کنیم همه صدای ما در حمایت از دولت است که ما این دولت حمایت بکنیم پشتون میکنیم، <تصفح> استاز بزرگوار صدای ازی صدای کسای دیگه صداشان ایست که ما دولت حمایت میکنیم یا دولت یکی داد که <تصفح> به زبانه بسیار چتی چتیات میگن و دولت هر چیز میگن و او میگن او میگن کدام چیزی نگفته که رئیس جمهوری تو را از ایرقم از, ای رقم از ای رقم، هر چی که میگه امرای دولت وحدت خود اعلان میکنه متحد بودن خود اعلان میکنه وحدت مردم افغانستان اعلان میکنه و مجاهدین افغانستان اینی می نظام حکومت پشتیبانی کردن حمایت کردین رای دادین به این لحاظ صدای ما به که تا جایر طالبا بگیره باید مجاهدین بیاید حمایت از دولت افغانستان بکنه اگر ما خدای نخواست دولت بشکنه باز اوقت فکر میکنی که دشمن طالبا کیستن دشمن طالبا مجاهدین افغانستان است رهبران افغانستان است استاد سیاف است که برشان فتوا میده یک لک جنگ یک لک اسکر یک طرف جنگ کنه یک صدای استاد محترم استاد سیاف یک طرف است به این لحاظ را باید به دیده قدر ببینند ایر احترام بکنند و بگویم که تاره چی از نظریات چی از گپ چی و اگر ما دامو که کیو پیش میرم ما دامو نیست مام بسیار خوب ما برای میشه آقا... دولت دفاع کردیم آقای سالانگی دو مورد را به خیلی فشرده و اینوان جمع اول بسیاری ها با اینوان منتقدین شما میان میگن که ارزش عرضش... های جهاد زمانی که گبزده میشه از شکست و خروج ارتش سرخ میشه میشه می بگوین که فرق بین خروج شوروی و حضور امریکا را در چی میبینین؟ یک دوم برخی می آمیان میگن که هر چیز در های از خود داره 26 دل و پیامد از او و بدتر از او و حکومت مجاهدین و ایستادگی و جبه مقاومت با ما چی می آموزانه؟ درسش چی است؟ کسی که انتقاد میکنن کنند اونا چون افتخارات ندارند اونا یا در بازار پاکستان یا در ایران یا در غرب در کجا مجا عادی عادی گشتین کارا شاقه کردین اونا مجا یک چند درس انگلیسی رو خوندین امروز جا آمدین یاد این امیجا در مارکت کار میکدین امروز زمینه برشان معیا ساخته است که مجاهدین افغانستان اروسا را شکست دادن میده کردن و زمینه را برای اینا برای همیشه میتن یک حکومت منتخب یک حکومت انتخاباتی نه نظر نه ظلم نه استبداد آل اینی مردمی که اینا چفتخارات افتخارات ندارن پیش خود لوده هستن پیش فامیل خودم هیچ چیزی نیستن بجز از اینکه در کدام کورس اونجا رفتین یک درس خوند دیگه امروز میان دولت یک چیز میگن مجاهدین دیگه چیز میگن تو که هم سید سیل کنی بسیار لوده مردم هستن بسیار حقمق مردم هستن اینه می حرفاشون اینه می گپاشون از شان است چون افتخارات ندارن کسی که افتخار نداشته باشه ما که میم به زبان درست میگم با دنیای از افتخار گپ میزنم که با قوای ورود با صلا و تفنگ جنگ کردیم با این اجداری که از طرف از طرف دیگه تجاوز سرخ بود با سیه استاد می جنگ با افتخار این مردم با افتخار که می‌بینند این ای کسایی که جال لوده شده بودن در مارکت کار میکردن دیگه کلاهک های سفید سر کرده بودن یا رفته بودن به امریکا و در اوجا کورس انگلیسی درس میخوندن که امروز دریان فراموش شده پشتیم اونا میان ایجا دیگه آنمو گپ مرا دو بزن او را دو بزن لوده گویی اجابه گویی دیگه اونا چیزی رو نمیفهمن خاطر تان باشه مجاهدین افغانستان پشتیوان از این نظام حکومت است ما قد حکومت هستیم از قوای مسلحه که امروز با افتخار دفاع دارن ما از قوای مسلحه دفاع میکنیم استاد بشیم پشتیوانشان هستیم سپاسگزار جنرال عبدالبسیر سالنگی والی پیشین پروان از زور دان خیلی خوش